داستان توکیو ارائه شده توسط وبسایت تایمی موویز. ساعت 6 امشب از سکارت میشیم، فردا میرسیم. آها خیلی خوبه، تا اون موقع کیزو هم از اداره میاد به ایستگاه. آره حتما منتظرمونم هست، چون بهش تلگراف زدم. بیا مادر، اینم غذایی تو راهتون. آها متشکرم. خب من رفتم مدرسه. آه. اگر درس داری لازم نیست بیای به ایستگاه، ما راضی به زحمتت نیستیم. آه نه اشکالی نداری، مهم نیست چون زنگ آخر بچه ها ورزش دارن. خوبه، پس به ایستگاه میبینم ایتون. بسیار خوب. راستی مادر، براتون چای درست کردم و ریختم تو فلاسک. خیلی متشکرم. خب دیگه من رفتم، خداحافظ. خداحافظ دختر. خداحافظ عزیزم. خداحافظ. عجیبه، بالش بادی تو این ساک نیست. ولی من دادمش به تو که بذاری اون تو. نه تو این ساک که نیست. بازم بگرد، من اونو دادم به تو. آره ولی نیستش. سلام، صبح بخیر. صبح بخیر. امروز حرکت میکنی؟ بله با قطار بعد از ظهر. خب به سلامتی. فکر کردیم تا عمری ازمون باقی مونده بریم به بچه های دیگه‌مون هم یه سری بزنیم. خب حق دارین، دلتون تنگ شده، حتما اونا تو توکیو منتظرتون هستن. بله
خواهش میکنم این مدت که نیستیم یه سری به خونه ما بزنیم. حتما، خیالتون راحت باشه. شما آدم های خوشبختی هستین چون بچه های خیلی خوبی دارین. میشه گفت از این نظر شانس آورد. والا خوبی از خود شماست. آه راستی هوام امروز خیلی خوبه. بله باید خدا رو شکر کنیم. خب دیگه امیدوارم سفر بهتون خوش بگذره. خیلی متشکرم. من که بالش بادی رو تو این ساک نمیبینم. آخه چطور ممکنه؟ خوب نگاه کن. آه پیدا شد، اینجاست. پس اونجا بود. آره اینجا بود. ایسامو پسر اینقدر چیلوغ نکن. سلام. سلام. مادر پدر بزرگ اینا نایمدن؟ نه ولی الان پیداشون میشه. شده. معلومه. چرا میزمو تو راه رو گذاشتی؟ برای اینکه پدر بزرگ و مادر بزرگ میان اینجا. ولی نباید میزمو ببری تو راه رو بذاری. اگه نبرمش بیرون جای کافی نداریم که اونا استراحت کنن. پس من کجا برم درس بخونم؟ امتحان دارم میدونی که. درس خوندن که جای مخصوص نمیخواد. مادر بالاخره من کجا باید درس بخونم؟ هی بگو دیگه. اذیت نکن پسرم، تو که همیشه درس نمیخوندی. نه خیر همیشه میخوندم. دروغ نگو، فقط بهانه میگیری. خیلی خوب پس من دیگه درس نمیخونم. یادت باشه خودت گفتی راحت شدم راحت شدم راحت شدم. بس دیگه. آه اونا اومدن. سلام خوش اومدی. سلام. هپ بفرمین تو. سلام خیلی خوش اومدید. سلام. بفرمایید. متشکرم. بفرمایید اینجا پدر. ممنونم. بشینین اینجا. مادر خسته نشدی؟
تو قطار خوب خوابیدی؟ بله راحت بودم. بیا بشین پیش من. خیلی خیلی خوش اومدید. متشکرم. میدونین خیلی وقت شماها رو ندیدم. بله راستش ما هم دلمون براتون تنگ شده بود. راستی مادر خیلی خوشحالم شما رو میبینم. منم همینطور. واقعا خوشحالم. جوکا حالش چطوره؟ خوبه؟ بله خیلی ممنون. اون تنها خونه مونده؟ بله دیگه. هامیکا سب که منم بیام. من یه چیز ناقابل آوردم. میدونی این شیرینی رو نزدیک خونمون درست میکنن. خیلی خوشمزه است. خیلی ممنون. مادرم این شیرینی رو دوست داره. لطفا یه ظرف بیار. سینی هم باشه اشکالی نداره. این سینی خوبه؟ بله خیلی خوبه. راستی نوریکو بیسکای قطار نیومده بود؟ نه نیومده بود. در صورت که بهش تلفنم کرده بودم. پس برای چی نیومد؟ مواظب اینا باش. باش. مینرو ایساما چی کار میکنی؟ بیاییم ببینم. مادر بزرگ و پدر بزرگتون. شما ها حسابی بزرگ شدین. مینورا الان دیگه دبیرستان میره. که این تو تو چند سالت ایسامو؟ جواب بده بگو چند سالت. آره بگو. پدر اگه میل داشته باشین حمام حاضر. خوبه یه حمام بگیرین. بسیار خوب. مادر شما هم یه حمام بگیرم. پس برم لباس بیارم. نه نه لازم نیست من خودم آوردم. پس من میرم حمام. بدم. خب پدر بفرمین. تو اوزاکا کیزو هم دیدین؟ بله بهش تلگرام زده بودم. اومده بود به ایستگاه قطار. حالش خوب بود؟ خوب بود. آره یه هدیه هم برای تو فرستاده. باشه بعدم مادر. پدر شما حوله داری؟ آه بله حوله هم دارم. با اجازه. راستی برای شام چی درست کنم؟ بذار ببینم. صبر کن برادر. چی؟ برای شام خورش سوکیاکی خوبه؟ آره خوبه. البته با یه کمی ماهی. ماهی لازمه. تو چی میگی؟ همون سوکیاکی کافیه. ببخشید مزاحم میشم. بیا تو. خوش آمدی. خیلی دیر کردم. رفته بودی به ایستگاه؟ آره ولی متاسفانه دیر رسیدم اونا اومده بودن. قابلی نداره. خیلی ممنون. خوش اومدی. سلام ناریکو. معذرت میخوام دیر کردم. اونا بالا هستن. چه خوب. من میرم یه سری بهشون بزنم. خیلی خوش اومدی. ناریکو. ناریکوی عزیز ما خیلی وقت هم دیگر رو ندیدیم. مثل اینکه سرت خیلی شلوغه ها؟ نه میدونین وقتی کارم تموم شد فوراً اومدم به ایسکا ولی دیر شده بود. که اینطور. ولی لازم نبود انقدر عجله کنی. میتونستی فردا به دیدن ما بیای. هنوزم تو همون شرکت کار میکنی؟ بله. خیلی خوبه که میتونی خرج تو در بیاری. چی بگم؟ وسایل حمام حاضره. آه الان میام. من رفتم. بدین به من کمکتون میکنم. نه زحمت نکشین. مثل این که دارم خواب میبینم. راستش هیچ فکر نمیکردم توکیو اینقدر به شهر ما نزدیک باشه. ما دیروز بعد از ظهر از اونومیچی حرکت کردیم امروز اینجا پیش شما هستیم.
عجیبه، دنیا واقعا خیلی عوض شده. دنیا شاید عوض شده باشه، ولی شما اصلا عوض نشدین. نه، ما هم عوض شدیم. میدونیم ما دیگه خیلی پیر شدیم. مادر، راجبه چی حرف میزنیم؟ بلنشیم بریم پایین؟ بریم. ماشالله مادر، قدت یه خورده بلندتر شده. چی داری میگی؟ من که دیگه قدم بلندتر نمیشه. جدی میگم، یه کمی هم چاق شدی. من وقتی بچه بودم خیال میکردم مادرم خیلی گنده است. وقتی به مدرسه میومد خجالت میکشیدم. چی میگی؟ یه دفعه صندلی که اومد روش بشینه شکست. نه خیر، اینطور نیست، اون صندلی قبلا شکسته بود. مادر هنوزم اینطور فکر میکنه؟ خب معلومه. خیلی خوب باشه، بیا بریم پایین. Winter is over. Spring has come. It is April now. مامیکو، این از اینجا بردارم. آره، متشکرم. اینو چی کار کنم؟ بذار همونجا باشه. هوا یکم خنک شده. بله، حتما اونومیچی الان خیلی گرمه، نه؟ آره، به خصوص بعد از ظهر. راستی مادر، اوکو چی کار میکنه؟ آه بله، اوکوزان. به نظر من اون زن بدبختیه. بعد از اینکه شوهرش مرد، بله، خیال میکنم بهار سال گذشته بود. اوکو با یه مرد در کوراشیکی ازدواج کرد و بچه هاشم بود. ولی اینطور که شنیدم تفلکی اونجا هم ناراحت و مشکلات زیاد. که اینطور؟ راستی پدر، اسم اون مرد چی بود؟ تو اداره شما کار میکرد، میرفتین ماهی گیری؟ آمی حسن، اون مرده. الان خیلی وقته، درسته؟ بله، خیلی وقته. ببینم، تو آقای قطوری یادته؟ آره، خوب یادمه. راست میگه پدر، منم یادمه. اون الان تو توکیو زندگی میکنه. چه خوب. خیال دارم اگه وقت کردم یه سری بهش بزنم. کجای توکیو هستن؟ در منطقه دایتا زندگی میکنه. آدرسش توی دفترچم هست. پس خوبه. کار تموم شد؟ بله. خسته نباشی. متشکرم. آره خسته نباشی. راستی ناریکا، کیزو یه سوغاتی برات فرستاده، بیا. خیلی متشکرم. بیا. خسته نباشی. کاری نکردم، اجازه بده کمکت کنم. آه نه، لازم نیست زحمت بکشی، خودم میتونم. خب، پدر و مادر رو فردا میبری بگرد؟ آره، فردا تعطیله، میبرمشون بیرون. خوبه. خب ناریکو، ما دیگه باید کم کم بریم. باشه، خیلی خوشحال شدم. با اجازه. خواهش میکنم. خیلی ممنونم که زحمت کشیدی. خب برادر، مزاحمتون شدیم. ما خیلی زحمت دادیم. پدر، بعدا میبینم اتون. خدا حافظ. متشکرم. خدا حافظ. خدا حافظ. نه، تو زحمت نکشون. خواهش میکنم. ببخش که مزاحمت شدیم. خدا حافظ. خیلی زحمت کشیدید. چیه پدر؟ خسته هستین؟ نه، زیاد نه. شما چی مادر؟ بهتر نیست بخوابین؟ چرا؟ خب، پس بریم بخوابین. باشه. شب بخیر. شب بخیر پدر.
شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. آب خوردن براتون میارم. متشکرم. آره، باید خیلی خسته شده باشی. زیاد نه. خوشحالم که همه حالشون خوبه. بالاخره به توکیو اومدی. بله. ولی اینجا کدوم منطقه توکیوه؟ فکر میکنم خارج شهر. بله، باید همینطور باشه، چون با ماشین خیلی راه اومدیم تا به اینجا رسیدیم. بله. من خیال میکردم توکیو خیلی شلوغ‌تر از این باشه. منظورت اینجاست؟ بله. کویچی میگفت تصمیم داشته بره یه منطقه بهتر و اونجا خونه بگیره، ولی گویا زیاد آسون نیست. بله، آسون نیست. راستی پدر مادرت خیال دارن چقدر در توکیو بمونن؟ فکر میکنم 4-5 روز. نمکو بده من. ببینم، بهتر نیست من برم به دیدنشون؟ لازم نیست، حتما خودشون یه سری میان اینجا. اگه اومدن حتما باید ببرم یه جایی بگردونمشون. فکر اونا نباش، بذار هر کاری میخوان بکنن. این لوبیا خیلی خوشمزه است. راستی برنامه امروز اونا چیه؟ بس دیگه، انقدر لوبیا نخور. حتما برادرم یه جایی میبرتشون. خوبه، پس من آزادم. کیدا یه صابونه بخور. چشم خانم. امیدوارم امروز پسر خوبی باشی، چون پدر بزرگ و مادر بزرگ اینجان. با تربیت باش، فهمیدی؟ بله فهمیدم. خیلی خوب بش. شما چه کار میکنیم؟ پس چرا نمیایم؟ الان میاییم. برو بالا ببین اونا حاضر. بعد اگه حاضر بودن بگو بیام پایین. شما حاضری؟ بله ما حاضریم. منتظرتون گذاشتی؟ پدر گفت بیاییم پایین. بهشون گفتم. خوبه. کجا نهار میخوری؟ نمیدونم، شاید رفتیم به رستوران فروشگاه، بچه هم خوششون میاد. خیلی خوبه، ایسامو برنج و ساده رو خیلی دوست داری. میدونم. سلام علیکم. سلام. خب حالش چطوره؟ بد نیست، ولی بگو ببینم هنوز بی‌اشتها هست؟ بله، فقط دوست داره نوشیدنی سرد بخوره، به غذا لب نمیزنه. تبش هم بالاست؟ بله، الان درجه تبشو گرفتم، 3 درجه تب داره. خیلی خب، خودم الان میام، وسایل تزریق آماده کن تا بیام. ببخشید که مزاحم شدم. عیبی نداره. با اجازه. کن، من باید فورا برم. کجا؟ یه مریض دارم. پس اونا چی میشن؟ چی شده؟ راستش پدرم
یکی از مریضای من حالش بده، باید فوراً برم بالای سرش. خب برو، از نظر شما اشکالی نداره. نه ما منتظرت میشیم، ولی ممکنه کارم یه خورده طول بکشه و دیر برگرده. باشه برو به کارت برس. خب پس با اجازت، خداحافظ مادر. خداحافظ پسرم. هنوز حاضر نشدن؟ نه. ممکنه خیلی دیر برگردن. جدی؟ پس اونا چی میشن؟ چی کارشون کنم؟ من ببرمشون بیرون؟ نه نمیخوام خونه رو تنها بذاری. هفته بعد خودم میبرمشون. باشه، خداحافظ. پدرم کجا را؟ مریض داشت. بعد از یه ساعت معطل شدن تازه بیرون هم نمیریم. همیشه همینطوره. من واقعا متاسفم. عیب نداره، دکتر خوب همیشه سرشون میده. معلومه که کارش خیلی زیاده. اینطور که معلومه انگار ما بیرون نمیریم. درسته. چه بعد؟ اون تقصیری نداشت، مریض داشت و باید میرفت. پس ما چی؟ ناراحت نشو، یه روز دیگه میره. لازم نیست. مینورا فوراً برو بیرون. دروغگو. برو بیرون. بیا اینجا ببینم. نمیخوام. نمیدونم با این بچه ها چی کار کنم. اشکالی نداره، پسر بچه ها همه شیطون. تو دیگه باید خجالت بکشی، تو بزرگ شدی. من خواسته شدم. هفته بعد میریم بیرون. هفته بعد هیچ وقت هم جایی نمیریم. یه وقت یه کار ناگهانی پیش میاد، کسی تقصیری نداره. این به من چه مربوطه؟ بی تربیت نشو، بچه نباید اینقدر غر بزنی. من خسته شدم. منم خسته شدم. خیلی خوب، حالا که اینطوره مجبورم همه چی رو به پدرت بگم. باشه بهش بگو، ولی یادت باشه اون حتما عصبانی میشه. عصبانی بشه، من که نمیترسم. چی شده؟ چیزی نشده. خب بلند شو ایسامو، پاشو بریم یه خورده قدم بزنیم. تو هم میایی مینورا؟ جواب بده. خب بلند شو بریم ایسامو. خوش به حالت ایسامو، بلند شو پسرم. یالا بیا بریم. تو با ما نمیایی مینورا؟ نمیخوای بیایی؟ ببخشید مادر. مینورا تو باهاشون نمیری؟ بلند شو دیگه. نمیخوام برم. هر طور میلته. متشکرم مادر. خواهش میکنم. چای بفرمایید. خیلی متشکرم. مینا رو اذیت میکنه ها؟ بله میدونین اون بچه لجبازیه. آره پدرش کویچی هم همینطور بود، اونم بچه لجبازی بود، میخواست همه چیز مطابق میل اون باشه. چه بد، حتما شما امروز خیلی ناراحت شدیم. نه ما دیگه پیر شدیم، علاقه به گردش نداریم. ولی انشالله حتما میریم هفته بعد. خیلی ممنونم. ما فقط چند روز دیگه مزاحم شما هستیم، میخواستم اگه بشه یه سری هم به اون دوستم بزنم. حتما. اونا رو ببین دارن با هم بازی میکنن. ایسامای عزیز، تو وقتی بزرگ شدی دوست داری چی کاره بشی؟ حتما تو هم میخوایی مثل پدرت دکتر بشی.
هرچند تا اون موقع اگرم تو دکتر شدی معلوم نیست ما دیگه تو این دنیا باشی. سلام آقا، خوش اومدی. متشکرم. سلام. سلام. همین الان یه نفر برای تلفن زد. کی بود؟ آقای ایناموتو از شرکت سوگانو. پرسید اون کار چطور شد. اون دیگه تموم شد. خب، پدر مادرت چی کار میکنن؟ طبقه بادان. امروز تا آساکوزا رفتم و از اونجا شیرینی خریدم. ببینم. این یه شیرینی مخصوصه، خیلی خوشمزه است. ولی حتما خیلی گرونه، لازم نیست انقدر خرج کنی. خوشمزه است نه؟ خب معلومه خیلی خوشمزه است، همون شیرینی معمولی هم کافی بود، این کار اسرافه. شیرینی معمولی رو دیروز خوردن. خب مگه چه عیبی داشت؟ پدر مادرم همون شیرینی رو هم دوست دارن. ببینم، تو میتونی فردا پدر مادرمو ببری گردش؟ فردا؟ متاسفانه فردا نمیتونم، چون خیلی کار دارم. که اینطور؟ اگه برادرم وقت داشت حتما این کارو میکرد. راستی ببرمشون تئاتر چطوره؟ چه برنامه هست؟ شعرخوانی از دیروز شروع شده. خوبه، فکر میکنم خوششون بیاد. از وقتی به توکیو اومدن هیچ جایی نرفتن. آره، خوب نیست تمام روز اون بالا بشینن. درست. ولی من چی کار کنم؟ کسی رو ندارم اونا رو ببره بیرون. سلام، خسته نباشی مادر. سلام، خیلی متشکرم. بفرمایید. خیلی ممنونم. حیاتی خستتون نمی کنه؟ بعضی وقتا. پدر کجاست؟ رفته پشت بام. که اینطور؟ چطوره بریم حمام؟ پدر؟ پدر؟ بله، بیاییم بریم حمام. خب برگشتی؟ بله، چطوره بریم حمام؟ موقع برگشتن بستنی و لوبیا شیرین میخریم. آه چه خوب، خیلی متشکرم. خب پس را بیفتیم. ما میریم حمام. باشه. خداحافظ. خداحافظ دخترم. خداحافظ پدر. خداحافظ. مادر، دمپایی کهنه منو پات کن.
باشه، پس اونا رو فام میکنم. ادامه بده. الو، شرکت یونیاما؟ ممکنه نوریکو هیرایاما صحبت کنه؟ بله، متشکرم. سلام، چطوری نوریکو؟ حالت خوبه؟ آره، منم همینطور. گوش کن، یه خواهشی ازت دارم. تو فردا وقت داری؟ الان بهت میگم. میدونی، از وقتی پدر و مادر اومدن توکیو هیچ جایی نرفتن. آره دیگه، راستش فکر کردم اگه تو وقت داشته باشی میتونی فردا اونا رو ببری یه جایی بگردونی. درسته، میدونم برات مشکله، ولی باور کن اگه گرفتار نبودم خودم این کارو میکردم. آره، مغازه شلوغه، خیلی هم شلوغه. چی؟ باید بپرسی؟ خیلی خوب، بپرس. باشه، خیلی خوب شگه. یه دقیقه گوشی رو نگه دار. نه، همین الان میپرسم. بفرمایید. ممکنه خواهش کنم فردا رو به من مرخصی بدید؟ اشکالی نداره. خیلی متشکرم. شرکت نیوتو کارش تموم شد؟ بله، امروز باهاشون تماس گرفتم. الو شیگه، ببخش منتظرت گذاشتم. درست شد، فردا حدود ساعت 9 میام، خوبه؟ آره آره، راستی به اونم سلام برسون، فردا میبینمشون. خب، خداحافظ. خانم و آقایان، اجازه بدیم ورودتون رو به توکیو خوش آمد بگم. حالا به اتفاق هم از فرصت استفاده میکنیم و تاریخ توکیو، این شهر بزرگ و مورد بررسی قرار میدیم. خب شروع میکنیم. طرف راست شما یک کاخ بزرگه که به نام چیودا معروفه. این کاخ حدود 500 سال قبل توسط دو کانوهتا بنا شده و اطراف اونو یک خندق فرا گرفته که درختای زیبا سرسبزونو پوشونده. در مرکز توکیو وجود این منطقه زیبا و ساکت از عجایب به شمار میاد. پسرتون کویچی اون طرفی. خوبه. خونه شیگه کدوم طرفه؟ خونه اون تقریبا اونجاست. خونه تو کجاست؟ خونه من اون طرفه، بیای. اونجاست مادر. خوبه، خونه من خیلی کوچیک و محقره، ولی اگه دوست داشته باشه یه سری هم اونجا میزنیم. بسیار خوب، بسیار خوب. منم. امروز زود اومدی؟ آره. دخترت خوابه؟ همین الان خوابی. چطور نگا اوساکه نای کاشیرا اوساکه؟ پدر مادر شوهرم اومدن اینجا. خوبه، کاشیرا نای نارا کاشیرا نا کولا داکه شیکا نای وا تادیرو جا چوتو کاشیتے نه.
ببینم پسرم این عکس رو کجا گرفته بود؟ کاماکورا، یکی از دوستاشونو گرفته. که این تو؟ کی عزیزم؟ یه سال قبل از رفتنش به جنگ. که این تو؟ از نور آفتاب چشمش ناراحت شده. آره، گردنش هم یه خورده کج کرده. خب این عادت اون بود، مگه یادت نیست؟ چرا؟ یادمه. چی شده؟ ظرفی رو میخوام. یادم رفته بود. بیا بگیر. متشکرم. اینو نمیخوای؟ شاید بهش احتیاج پیدا کنی. چرا چرا، اتفاقا لازمش دارم. متشکرم، باعث زحمت شدم. ناریک، خواهش میکنم اینقدر برای ما زحمت نکش. خواهش میکنم، من که برای شما کاری نکردم. ممنونم که امروز ما رو به گردش بردی مادر، ولی من فکر میکنم فقط شما رو خسته کردم. نه، من که اصلا خسته نشدم، خیلی هم به هم خوش گذشت. خوشحالم. خیلی معذرت میخوام ناریکو، تو امروز حتی اداره هم نرفتی. مهم نیست. امروز تو اداره کار زیادی نداشتی؟ نه، این هفته کاری نداشتم. سابق حتی روزای تعطیلم کار میکردم، اما حالا سرمون زیاد شلوغ نیست، میتونم بعضی روزا مرخصی بگیرم. خوبه، شانس بردیم که کار زیادی نداشتی. بفرمایین. متشکرم. معذرت میخوام که چیز زیادی تو خونه ندارم. خواهش میکنم. خوب، خیلی خوشمزه است. اینطور که معلومه پدر خیلی دوست دارن. آره، وقتی جوان بود خیلی بیشتر دوست داشت و اگه یه وقتم اون میشد، حتی اگه نصف شبم بود میرفت بیرون و هر طور شده بود تهیه میکرد. یادته؟ آره یادم. در ضمن هر وقت یکی از پسرها به دنیا میامد، من همیشه فکر میکردم اونم وقتی بزرگ بشه درست اخلاق پدرش رو پیدا میکنه. شوهر شجی چطور؟ اونم دوست داشت؟ راستش اونم خیلی دوست داشت. آه، که این تو؟ بعد از اینکه اداره تعطیل میشد با دوستش میرفت بیرون تفریح و وقتی شبا دیر وقت میشد دوستش هم برای خوابیدن همراه خودش میورد خونه. که اینطور؟ میفهمم، لابد هم خیلی ناراحت میشدی. بله، ولی با این حال خود این چیزا برام خاطراتی از اون زمان. طفلک شوجی، اون همیشه دور از ما زندگی میکرد، اینه که هنوزم فکر میکنم اون یه جایی زنده است و برای همینم پدرش گاهی سرزنشم میکنه. بله، برای اینکه اون دیگه زنده نیست، الان 8 ساله که مرده. بله درسته، ولی خب اون پسر یه دنده‌ای بود، خودخواهی های مخصوصی داشت. حتما تو از دستش خیلی ناراحتی کشیدی. نه، میفهمم، لازم نیست خودتو زیاد ناراحت کنی. اومدم. بفرمایید. متشکرم. خواهش میکنم. ببخشید یکم دیر شد. خواهش میکنم، خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. متشکرم. البته ممکنه خوشتون نیاد. چرا؟ گفتم که من اینجا وسیله پذیرایی ندارم. آه.
دیر کردن. الان دیگه پیداشون میشه. نفهمیدی اونا چند روز دیگه تو توکیو میمونن؟ نه. به تو چیزی نگفتن؟ نه نگفتن. گوش کن برادر، تو میتونی یه مقدار پول به من بدی؟ البته منم یه مقدار میذارم. برای چی؟ 3000 ین بدی کافیه. منم 2000 ین. نه منم 3000 ین میذارم. برای چی؟ میدونی من میخوام 2-3 روز پدر و مادر رو به آب گرم بفرستم. تو این روزا کارت خیلی زیاده، منم سرم شلوغه و نمیتونم مغازه رو ببندم. در ضمن درست نیست که مزاحم نوریکو بشم. خب؟ موافقم، فکر خوبیه. من در آتمی یه موتل خوب سراغ دارم، جاش قشنگه و کرایش هم ارزونه. خیلی خوب، همین کارو میکنم. اینطوری خیلی بهتره، اونا هم خوشحال میشن. آره درسته، منم نمیتونستم اونا رو جایی ببرم، برای همین ناراحت بودم. تازه اگرم میبردم خیلی خرجم میشد. خب درسته، اینطوری ارزون تموم میشه، تازه یه آب گرمم میره. کزو اومده. میدونی ما تصمیم گرفتیم پدر مادر رو چند روز به آتامی بفرستیم استراحت کنن. آه فکر خوبیه، خیلی عالی شد. راستش منم نگران اونا بودم، ولی خب کارم زیاده، اینطوری خیلی بهتره. پس تو هم موافقی ها؟ البته که موافقم، پیشنهاد خیلی خوبیه. خب بقیهش با توه. اینجا ما هیچ کاری نمیتونیم براشون بکنیم. درسته نمیتونیم، آتامی جای خیلی خوبیه. این هوای گرم و مرطوب توکیو برای اونا زیاد خوب نیست، رفتن به آب گرم براشون یه نوع تنوع و استراحته. درسته؟ بله درسته. خیلی دیر کردن. امکان داره رفته باشن خونه ای نوریکو؟ بله امکان داره. تا حالا یه همچی جایی رو ندیده بودم، اونا خیلی به ما محبت کرد. بله حتما برای ما پول زیادی خرج شد. هوای خوب و سالمیه، جای قشنگ و خوشمنظره‌ایه. هر دو صبح بریم یه خورده قدم بزنیم. آره این کارو میکنیم. امروز مستخدم موتل میگفت اون پایین مناظر خیلی خوبی داره، میگفت فاصله‌ش هم زیاد دور نیست. خوبه، دریا خیلی آرومه. آره ちょっと。今度何の方？あ、持ってたか。言ってとこ持ち上がったな。痛くない、痛くない。バッケロ。ジャンピ。そうそう。これさ、取るか急な。取る取る。ベッチ。ベッチ。お前これさだ。あ、せだ。バッケロ。うわ。バッケロ。ゼロ3ね。
چته حالت خوب نیست؟ چطور مگه؟ کسل به نظر میای، حتما دیشب خوب نخواب. عوضش تو خیلی خوب خوابیده. نه دروغ نگو، من هم دیشب نتونستم بخوابم. راست میگم، تو تمام شب خوابیده بودی. باور نمی کنم. چرا؟ میدونی اینجور جاها برای جوانا خوبه، نه ما؟ آره، حق با توه.新婚どう?柄悪かったね。あれ本当に新婚かしら?あんなのないよ。今朝なんか旦那さんと起きてんのに、いつまでも床の中でタバコ吸っててさ、男の方は甘いよ。私聞いててやったら、もう君はすっかり僕のもんだよ。耳も目もその口もみんな僕のもんだよ。なんて言ってんだよ。誰のもんだか分かりゃしないよ、あんなの。 کیوکو الان تنهایی تو خونه چیکار میکنه؟ چطوره برگردیم خونه؟ مثل این که دلت تنگ شده که میخوای برگردی ها؟ نه این تویی که دلت تنگ شده، تو دوست داری برگردی خونه. ما توشیو رو دیدیم، آتو میرم همینطور، دیگه بهتره برگردیم. آره حق با توه، دیگه باید برگردیم. آره باید برگردیم. چی شده؟
چیزی نیست. یه دفعه سرم گیج رفت. ولی حالا حالم خوبه. برای اینه که به اندازه کافی استراحت نمی کنی. بلند شو. باش. بلند شو.一度アップにしてごらんなさいますよ。その方がとにあいですわ。そうかしら。ネクタイがとても綺麗ですもの。レフトサイドをグッと詰めて、ライトサイドにふんわりウェーブでアクセントつけて。じゃあ今度一度そうやってみようかしら。ええ、その方がずっと個性的ですわ。ちょっと清ちゃん、別の雑誌貸して。マッチも。はい。سلام، خوش اومدی. سلام. چی شده؟ چرا اینقدر زود برگشتین؟ سلام، خسته نباشی. چند روز دیگه میموندین؟ خیلی زود برگشتین. خب، نتونستی. آره، نتونستی. خیلی بهمون خوش گذشت. اونا کی هستن؟ از فامیلامونن، از شهرستان اومدن. بیا اینجا کیا، موهای خانمو صاف کن تا من برگردم. بالاخره چی شد؟ چرا انقدر زود برگشتیم؟ اومدیم دیگه. آتامی چطور بود؟ خوشتون اومد؟ بله، خوب بود، به خصوص آبگرمش. خیلی بهمون خوش گذشت. جای خوش منظره ای بود. بله قشنگه. میدونین اون موتل تازه ساخته شده. خیلی شلوغ بود؟ بله تقریبا شلوغ بود. راستی غذاش چطور بود؟ ماهیش خیلی خوب بود. سوپش هم همین. حتما ماهیاش تازه بودن. آخه اونجا کنار دریاست. در ضمن املت تخم مرغش هم خیلی خوب بود. پس چرا به این زودی برگشتین؟ چند روز دیگه میموندین و استراحت میکردین. من داداش گویی چی فکر میکردیم اونجا براتون خوبه. بله، ولی فکر کردیم دیگه وقتشه که برگردیم خونه. ولی چرا به این زودی؟ شما که همیشه به توکیو نمیایین. بله، اما دیگه باید برگردیم. آخه کیوکو هم تو اون خونه تنهاست. آه مادر، اینقدر دیگه فکر کیوکو نباش، اون دیگه بچه نیست. در ضمن من میخواستم روز جمعه به کاپوگیزا بریم. ولی ما نمیخوایم شما رو بیشتر از این تو خرج بندازیم. اصلا فکرشو نکنی. راستی امشب قراره آرایشگرها جمع بشن اینجا. تقریبا مثل یه کلاس میمونه. که اینطور؟ ببینم عدهشون خیلی زیاده. بله، نوبت من بود که دعوتشون کنم. صحیح، مثل اینکه ما بعد موقعی برگشتیم. برای همین میخواستم شما بیشتر اونجا بمونین. البته باید قبلا بهتون میگفتم. ببخشین خانم، همه چیز حاضره. اومدم. ببخشید. خب چی کار کنیم؟ راستش من نمیدونم. نمیتونیم دوباره برگردیم خونه کویچی و اونا رو تو زحمت بندازیم. راست میگی. چطور امشب بریم خونه نوریکو بمونیم؟ نه، اونم برای هر دوی ما جا نداره. بهتر تو تنهایی بری. خب پس تو چی؟ منم میرم یه سری به دوستم هاتوری میزنم. و اگه بشه شب اونجا میمونم. به هر حال بهتر از اینجا بریم بیرون. باشه. خب، بالاخره بعد از سالها بی خانمان شدیم. ها
بیا. متشکرم. بیا. متشکرم. فکر میکنم نوریکو الان دیگه برگشته باشه خونه. یعنی الان تو خونه است؟ البته هنوز یه کمی زوده، ولی اگه تو خیال داری بری پیش دوستت هاتوری، بهتره همین الان را بیفتی. بله حق با تو، پس بلند شو را بیفتی. باشه. چتر. همیشه یه چیزی جا میذاره. توکیو واقعا شهر بزرگی. بله خیلی بزرگی. اگه یه وقت خدای نکرده ما اینجا گم بشیم، فکر نمی کنم هیچ وقت بتونیم همدیگر رو پیدا کنیم. خوشحالم که باز هم دیگر رو میبینیم. خیلی وقت هم دیگر رو ندیدیم، تقریبا 17-18 سال میشه. بله درسته. راستی از کارت تبریکایی که هر سال برام میفرستدی متشکرم. خواهش میکنم. منم متشکرم. آنو میچی حتما خیلی عوض شده، اینطور نیست؟ زیاد نه، خوشبختانه در حمله هوایی به شهر آسیبی نرسید. مثلا اون خونه ای که شما زندگی میکردید هنوز همونطور مونده. آه خدای من، اونجا خونه خیلی خوبی بود. منظرش از بالای اون تپه خیلی قشنگ بود. آره، هر سال آخر تابستون ماهی تازه خیلی ارزون میشد، ولی از وقتی به توکیو اومدم هنوز مزه ماهی تازه رو نچشیدم. بله اون راست میگه. راستی باشه بعد. ببخشید اگه دوستا اومد بهش بگیم من رفتم پینبال بازی کنم. باشه بهش میگم. خداحافظ. میدونی ما اتاق بالا رو اجاره دادیم، این جوان توش زندگی میکنه. آها. اون دانشجوی دانشکده حقوقه، ولی عوض درس خوندن همش به فکر تفریحه. میفهمم. پدر بیچارش تو شهرستان زندگی میکنه، مرتب براش پول میفرسته و فکر میکنه اون داره درس میخونه. خب بهشون بگیم. راستی بهتره بریم بیرون یه چیزی بخوریم. ولی متاسفانه تو خونه چیزی نداریم که قابل شما رو داشته. خواهش میکنم، نمیخواستم اینقدر مزاحم. راستی اون رئیس پلیسی که تو اونو میچی بود یادت هست؟ نوماتور میگه. آره آره، اونم همین نزدیکا زندگی میکنه. که اینطور. خب الان چی کار میکنه؟ پسرش تو یه شرکت انتشاراتی شغل مهمی داره، میشه گفت وضعش خیلی خوبه. خوشحالم، پس خیالش راحته. میخوای اونم دعوتش کنم؟ آره خیلی وقت ندیدمش، خوبه اونم ببینم. آره خیلی عالی میشه. もう十分いただいて。いやまだまだええじゃないですか、久しぶりじゃ。いや今度こずっとやめとりますんでな。しかしあんたは強かったな。ほら小さな尾道来た時。ああ
竹村屋でか。あん時あんたも酔うとったぞ。ほらどういうたかな、色の白いポチャッとした子、梅ちゃんか。あれあんた好きじゃったんじゃろ。それがきチリさんとさやはてでな、えらいこって。あんたもちっと好きじゃったんじゃろ。いやどうも恥ずかしいこって。どうも昔から飲むといかんですわい。いやいやそんなことはない、ちっと飲んだほうがいい。さあ開けなさい。しかしあんたんとかええわ、子供さんがみんなしっかりしとるけ。いやどんなもんかの。うちなんかせめてどっちぞ生きとってくれたらとよ、ばあさんとも話すんじゃが、二人とも耐えたかったな。あんたんとか一人か。うん、次男もな。いやもう戦争はコリコリじゃ。まったくな。しかし子供いうもんもおらにはおらんで寂しいし、おりゃおるでだんだん親を邪魔にしよる。二つええことはないもんで。まあ行こう。うん、これはいかん、話が締めっぽうなってきた。元気出すか。うん、やろうやろう。うちももちっと広けりゃ今夜は泊まってもらおうて夜明かしでやるんじゃ。ちょいと姉さん、お酒。ちょいと姉さん、酒持ってこい。しかしあんた、よう出てきたな。いやあんたに東京でお目にかかれるとは思わなんだ。暑いの。お、まあ一杯ついてくれや。ずいぶんごめんてね、今日。なあ平山君、どうかのこの女、どっか似とるやろが。また始まった。なあ、似とらんすか。ほう、誰に。ああ、似とる似とる。誰に。梅ちゃんじゃろ。違う違う、梅ちゃんもっとよく声とった。うちの家内じゃ。おお、そういや似とるな。似とるじゃろ、この辺がな。もういい加減に帰ったらどう。ずいぶん飲んだわよあんた今日。じゃあ変なとこもよいと。ひどいのよあんた。はい、もうよそういいよった。おい、ちょっと来てお酒してくれよ。おい、服部さん、どうじゃ。いけ。しかしまあんたが一番幸せじゃ。どうして。東京へ来りゃ、ええ息子さんや娘さんがおるし。それはあんたんとこでもそうじゃ。いやうちのやつはいけ、かかあの危険ばっかりとってこの場所を邪魔しよう、しょうもないやつや。でもあんた印刷会社の部長さんじゃったら。なんの部長さんなもんか、まだ係長じゃ。あんまり体裁が悪いんで、わしゃ人様に部長じゃ部長じゃ言うとるんじゃけど、出来そうないでさ。いやそんなことはない。おそう生まれた一人で甘やかしたのが失敗やった。それから見るとあんたんとこは大成功じゃ。ほんまの博士じゃろなあ。いや今だけ医者の博士はザラじゃ。いや親の思うほど子供はやってくれませんな。第一吐きやない、大砲の志というものを知らない。そこでわしはこの間もせがんに言うと、そしたらせがんのやつ、東京は人がお言うて上が使いとんなこと言いや。あんたどう思う。育児のない話じゃろうが、
関東精神いうものは何にもない。わしはそんなつもりで育ったんじゃない。あんまたさん、ちょっとあんた、うん、じゃああんたそう思わんのかの。あんた満足しとるのか。いや、決して満足はしとらんが。そうじゃろう、あんたですら満足しとらんのじゃ。わしは悲しくなってきた。うん、もういけん、もう飲め。しかしなあ、沼田さん、わしも今度出てくるまじゃ、もちっとせがれがどうにかなっとると思うとりました。ところがあんた、まずいの子、うまい町医者でさ、あんたの言うことはよくわかる。あんたの言うようにわしも不満じゃ。じゃがの沼田さん、これは世の中の親っちゅうもんの欲じゃ。欲張ったらキリがない。これは諦めにゃならんと、そうわしは思うたんじゃ。思うたか。思うた。そうか、あんたもな。あれもあんなやつじゃなかったんじゃが、しょうがないわい。やっぱり沼田さん、東京はの人が多いすぎるんじゃ。そうかな。まあええと思わにゃいかんじゃろ。そうじゃの、今時の若い者の中には平気で親を殺すやつもおるんじゃから、それに比べや何ぼうかマシな方か。ちょいと、もう十二時よ。十二時が何じゃ。いい加減に帰ってよ、もう。お前はそんなとこやんと。ほいじゃけわしゃ好きなんよ。どうすんのよ、そっちの人。ああ、ほっとけほっとけ。今晩は徹底的に飲むんじゃ。ねえ、君。愉快やな。うん。ああ、愉快愉快愉快やろ。متشکرم، خستت کردم. نه، میدونی امروز برای من خیلی طولانی بود. از اتا می آمدیم به شهر، بعد رفتیم به خونه شیگه، بعدم به پارک ایو اینو. حتما خیلی خسته شدین. آره خیلی. حالا هم که اومدم خونه تو، دوباره مزاحمت شدم. نه، خوشحال شدم باز شما اومدین اینجا. فکر نمی کردم دیگه به خونه من بیاین. ما تو این مدت دائم مزاحم بودیم. دیگه کافیه، خواهش میکنم. حتی رو میلتونه. خستگی از تنم بیرون. تو باید فردا صبح زود بری سر کارت. بهتره هرچه زودتر بخوابی. بله، من باید زود بخوابم. شما بهتره بخوابین مادر. باشه، فکر میکنم امشب خیلی زود خوابم ببره. امیدوارم. آخه میدونی خوشحالم که امشب تو رخت خواب پسرم شوجی میخوابم. ناریکای عزیز. بله. باور کن من نمیخواستم تو رو ناراحت کنم. ولی من ناراحت نیستم. چرا دختر؟ الان 8 ساله که پسرم تو جنگ کشته شده، ولی بعد از این مدت تو عکس اون قاب کردی و اونجا نگه داشتی. این وضع علاوه بر تو منم ناراحت میکنه.
شما رو دیگه برای چی؟ میدونی هرچی باشه تو هنوز جوون هستی. نه اونقدرام جوون نیستم. چرا؟ تو هنوز جوونی. این درست نیست که بعد از شوجی تنها زندگی کنی. من با پدر راجع به تو چند دفعه صحبت کردم. میدونی به نظر ما اگه فرصتی پیش اومد بهتره هرچی زودتر ازدواج کنی یا از تنهایی در بیایی. جدی میگم، اگه این کار رو بکنی باور کن من و پدر خیلی هم خوشحال میشه. چشم، اگه فرصتی پیش اومد حتما. پیش میاد، من مطمئنم پیش میاد. زنی مثل تو خواهان زیاد داره. اینه جدی میگین؟ بله جدی میگم دخترم. ازدواج تو با پسر ما شوجی غیر از درد سر چیزی برات نداشته و این همیشه منو ناراحت کرد. شما ناراحت نباشین، من تنهایی رو دوست دارم. ولی دختر عزیزم، تنها زندگی کردن هیچ خوب نیست. نه خیلی هم خوبه، اینطوری من خیلی راحت ترم. بله الان ممکنه، ولی وقتی پا به سن گذاشتی و پیر شدی اون وقت میفهمی که تنهایی چقدر آدمو ناراحت میکنه. ناراحت نباشین، من تصمیم گرفتم اصلا پیر نشم. تو خیلی خوبی دخترم، خیلی خوبی. متشکرم. خب دیگه بخوابین مادر. شب بخیر مادر. の知り合いの方を連れてたんですが、大変酔っておられて。なんだ、お父さん。まあ、すいません。いや、ごめんなさい。いやー、ご苦労。ご苦労。いや、ご苦労。どうなった、お父さん。いやー。お父さん、どうしたのよ。お父さん。おい、どうしたんだい。変な人連れてきちゃったの。誰だい。わからない。ゆずゆず。どうしたのよ、お父さん。お父さん、お父さん、どうしたのよ。まったくだ。しょうがないね。せっかくやめてたのにまた飲んじゃって。もしもし、もしもし、あなた、あなた。あ、ゆかいゆかいゆかい。お父さん、お父さん、しょうがないわね。どうしたって言うんだい。どこで飲んできたんだい。どこだか、だらしやねえ。お父さん昔はよく飲んだのよ。宴会立てていつもぐでんぐでんになってきて、なんだかんだってお母さん困らせたもんよ。嫌でね、私たち。それがやっと京子が生まれる自分からまるで人が変わったみたいにすっかりやめちゃって、いい塩梅だと思ってたのに、また飲んじゃった。え、それ
おい、どうする？今日はもう帰ってこないと思ってたのに、変な人連れてきちゃって、嫌になっちゃうな。おい、あのままにもしとけないよ。しょうがないわね。キヨちゃん、下へ来てもらって、2階に寝てもらおうか。あんなに酔っ払ってて2階なんか行けるもんですか。どうする？嫌になっちゃうな。あんたそれ持って2階行って寝てよ。ここに寝かしちゃうから。そうか。厄介ねえ。帰るなら帰るってそう言ったきゃいいのに。こんなに遅く酔っ払って帰ってきて。だからお酒飲みは嫌いさ。変な人まで連れてきちゃって。バカにして。ああ、嫌になっちゃうな。من خیلی به تو زحمت دادم. نه، من که کاری نکردم مادر. ببینم، ادارت که دیر نمیشه دخترم. دیر میشه؟ نه مادر، هنوز وقت دارم. راستی مادر، چیه عزیزم؟ من... لطفاً اینو قبول کنین. این چیه؟ یکم پول براتون گذاشتم. نمیفهمم پول برای چی؟ خواهش میکنم، البته این قابل شما رو نداره. ولی آخه برای چی؟ من نمیتونم قبول کنم. ازتون خواهش میکنم قبول کنین مادر. نه، نمیتونم. قابلی نداره. من نمیفهمم، این اصلاً درست نیست. خواهش میکنم. ولی دخترم، این وظیفه منه که یه چیزی به تو بدم. اختیار دارین مادر. خواهش میکنم قبول کنین. خواهش میکنم. باش، خیلی ازت متشکرم، ولی این اصلا درست نیست. چرا مادر؟ تو با این که تنها زندگی میکنی و خرجتم زیاده، با این حال باز به من لطف میکنی. خیلی ازت متشکرم دخترم. امیدوارم بازم تو رو ببینم. منم امیدوارم. خب دیگه مادر، بهتره را بیفتیم. باش. راستی مادر، خواهش میکنم بازم به توکیو تشریف بیارین. باش. من خیلی دلم میخواد بازم بیام اینجا، ولی فکر نمی کنم دیگه بتونم. بهتره تو چند روزی بیای به اونومیچیو پیش ما بمونی. باور کنین از خدا میخوام، ولی حیف که از اینجا خیلی دوره. آه، راست میگی، ما با توکیو خیلی فاصله داریم. مادر، این یادتون نره. متشکرم، تازگی ها خیلی فراموش کار شده. خب دیگه بریم. آه،
امیدوارم برای نشستن جا گیرشون بیاد. فکر میکنم نزدیکای صبح قطار برسه به ناگویا. که این طور که میرسه به اونومیچی؟ فردا ساعت 1:35 دقیقه. تو به کیوکو تلگراف زدی که ما داریم برمیگردیم؟ بله تلگراف زدم. حتما کیزو هم میاد ایستگاه به استقبالتون. خوبه راستی مادر، امیدوارم بتونی تو قطار راحت بخوابی. مطمئن باش اون هر جا باشه میگیره راحت میخواد. اگرم نتونستم مهم نیست، چون فردا بعد از ظهر تو خونم. اوتوسان امبالی اون سکی آقا چا دمه یو یا یوبیا شتاشی بری نی تومدات نی اوتا من جا که مو ناوری ماشتا زوتو مو ای قول بدین به فکر سلامتیتون باشین. حتما. من مطمئنم این درس خوبی براش بوده. آره شما ها واقعا به ما محبت کردن، چون خیلی به همون خوش گذشت. شما ها کار داشتین و ما دائم وقتتون رو گرفتیم. خیلی متشکر. رسمی حالا که اومدیم اینجا و همتون رو دیدیم، اگه یه وقت اتفاقی افتاد لازم نیست بیاین به اونومیچی. میدونین آدم نمیدونه فردا چی میشه. ما در این حرفا چیه میزنی؟ ما برای همیشه خداحافظی نمی کنیم. آه چرا دخترم، هیچ کس از فردا خبر نداره. توجه کنید، قطار سری و سر شماره 21 به مقصد هیروشیما تا چند دقیقه دیگر حرکت می کنه. از مسافرین محترم تقاضا می شود بلیط خود را برای بازی آماده نگاه دارد. تکرار می کنم، از مسافرین محترم قطار سری و سر هیروشیما تقاضا می شود بلیط خود را برای بازی آماده نگاه دارد. صبح بخیر. راجب دیروز معذرت میخوام. ها پدر مادرت آمده؟ بله منم یه خورده گرفتار شدم، قرار نبود اینجا پیاده بشن، ولی مادرم تو قطار حالش به هم خورده. چه شده؟ درست نمیدونم، ولی خودش میگه دائم حالش به هم میخوره. مریض شده؟ نه خیال نمی کنم، آخه اون مدت ها بود که سوار قطار نشده بود. فکر میکنم علتش همین باشه. دیروز واقعا گرفتار شده بودم، از هاشیموتو رخت خواب قرض کردم، بعدم رفتم دکتر صدا کردم. خب حالا چطوره؟ حالش خیلی خوبه، مثل اینکه ناراحتیاش برطرف شده. مادر چند سالشه؟ آه مادرم چند سالشه؟ فکر میکنم 60 سال به بالا باشه. آره تقریبا 67 سالشه. پس خیلی پیره، ازش حسابی مواظبت کن. تا پدر مادرت زنده هستن قدرشونو بدون. آره حق با ته، بعد از اینکه مردن تازه آدم پی به ارزششون میبره. حتما شلوغی قطار باعث شد حالت به هم بخوره. بله ممکنه. حالا بهتری؟ آره خیلی بهتره. حالا که حالم خوب شده چطور امشب حرکت کنیم؟
باشه، ولی بهتره امشب اینجا بمونیم، فردا قطار زیاد شلوغ نیست. باشه. تفلکیه که حتما خیلی نگران شد. عجب اتفاقی، ما بی خبر در اوساکا پیاده شدیم و این باعث شد کیزورم ببینیم. میبینی چه شانسی آوردیم؟ تو این 10 روز ما تمام بچه هامونو دید. همینطور نوه هامون، اونا حسابی بزرگ شدن. میدونی بعضی ها نوه هاشونو بیشتر از بچه هاشون دوست دارن، تو هم همینطور هستی. خود تو چی؟ برای من بچه هامون عزیزتر هستن. برای منم همینطور. ولی عجیبه که بچه ها وقتی بزرگ میشن چقدر عوض میشن. یادم شیگی وقتی بچه بود خیلی مهربون تر از حالا بود. آره راست میگی. دختر وقتی ازدواج میکنه دیگه مال آدم نیست. پسرمون کویچی هم عوض شده، اونم وقتی بچه بود خیلی با محبت تر از حالا. خلاصه اونا انتظارات ما رو برآورده نمیکنن. من 100% از اونا راضی نیستم، ولی با این حال بازم خوبه. فکر میکنم بچه های ما به نسبت از خیلی ها بهترن. میشه گفت ما آدم های خوشبختی هستیم. بله حق با تو، ما آدم های خوشبختی هستیم. آره همینطوره. خوشحالم که اینو از تو میشنوم. پدر مادر مجبور شدن تو اوساکا از قطار پیاده شن. که اینطور؟ عجیبه، مادرم تو قطار حالش به هم خورده. بعد از ظهر روز 10 رسیدم به اونومیچی. مادرت حالش خوب شده؟ بله خوب شده. در ضمن از تو هم تشکر کردن. حتما علتش خستگی بوده. مسافرت براش خسته کننده بوده. اینجا بهشون خوش گذشته؟ البته که خوش گذشته، هم توکیو رو دیدن هم به آتامی رفتن. آره درسته. حالا هر روز درباره توکیو صحبت میکنن. الو بفرمین. بله خودم هستم. چی؟ تلگراف؟ نه نیومده. از کجا؟ از اونومیچی اومده. کیوکو فرستاده، برای همین ناراحتم. نوشته مادر حالش خیلی بده. چی؟ آره خب معلومه دیگه. من که هیچ سر در نمیارم، همین الان یه نامه تشکرآمیز از پدر داشتم. اینطور که نوشته مادر تو قطار حالش به هم خورده، برای همین مجبور شدن در اوساکا پیاده شن، ولی روز 10 رسیدن به اونومیچی. آره درسته. تلگراف آقای ایراگاما. گوشی رو نگه دار. متشکرم. از اونومیچی. بخون ببینم. مادر در حال اغماست. کیوکو. الو الو الو، همین الان تلگراف اومد. درسته. خب پس صحت داره. آها آها باشه. خیلی خب پس من الان میام اونجا. آره آره حتما. باشه منتظرتم. چطور ممکنه یه دفعه اینطوری بشه؟ نمیدونم. حتما حالش خیلی بده. آره. چطوره به نوریکو هم خبر بدم؟ باشه بهش تلفن کن. آره
بفرمایید. شرکت یونیاما. بله؟ گوشی رو نگه دارین. خانم هیریاما، تلفن. من میخوام. بله. بفرمایید. آه، تو هستی هومیکو؟ آره؟ چی؟ مادر؟ آره؟ آره؟ که اینطور؟ خب، خب باشه. واقعا خیلی عجیبه. پدر رو فکر میکردم مریض بشه. آره؟ ولی مادر حالش کاملا خوب بود. یعنی حالا وضعش ناجوره؟ باید حالش خیلی بد باشه. نمیشه، در حال اغماست. به هر حال باید بریم اونجا. آره. تو ایستگاه راه آهن احساس عجیبی داشتم. مادر میگفت اگه طوری شد لازم نیست بیاین اونو میچی. حتما بهش الهام شده بوده. وقتی این حرف زد خیلی ناراحت شدم. ولی ما باید بریم اونجا. خب معلومه، باید حالش خیلی بد باشه. بهتره هرچه زودتر حرکت کنیم. با قطار امشب بریم چطوره؟ باشه بریم، ولی قبلا با ترتیب کارامونو بدیم. خب بله، این که معلومه. اتفاقا من امروز خیلی هم کار دارم. آه، بفهمین تو آمیکا، لطفا یک کمی بان بیار، عجله کن. خیلی خوب، پس با قطار امشب حرکت میکنیم. باشه، اینطوری خیلی بهتره. خب، من دیگه میرم، خداحافظ. خداحافظ. داداش گوی چی؟ چی؟ لباس مشکی چی؟ میبریم؟ فکر میکنم بهتره با خودمون ببریم. خیلی خوب، پس شما هم یادت نره. اگرم احتیاج نبود و استفاده نکردیم چه بهتر. آره درسته. خیلی خوب، پس من توی ایستگاه منتظرت هستم. سعی میکنم زودتر بیام. باشه. دیگه چیزی نمونده، من میرم به ایستگاه. باشه، لطفا این کار رو بکن. خیلی متشکرم.
خداحافظ پدر. خداحافظ. حالت چطوره؟ ها؟ گرمته؟ بچه ها از توکیو میان به دیدنت، الان دیگه میرسن. کیوکو همین الان رفت به استقبالشون، دیگه چیزی نمونده، الان پیداشون میشه. به زودی حالت خوب میشه، فهمیدی؟ خوب میشی، حتما خوب میشی. من فکر میکنم وقتی تبش قد بشه به هوش میاد. به هوشیش طولانی شده. بله طولانی شده. خیلی ضعیف شده. بله. خب خیلی متشکرم دکتر. من بازم بهش سر میزنم. خیلی متشکرم دکتر. خواهش میکنم. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ دکتر. از کیزو خبری نشد. خیلی دیر کرده. کیزو جواب تلگرافو داده؟ نه، نداده. اون نزدیکتره، باید زودتر از ما میرسید. پدر، لطفا بیاین. تو هم همینطور. خب پدر، متاسفانه مادر حالش بده. خدای من. یعنی حالش خیلی بده؟ بله، وضعش هیچ خوب نیست. خیلی وقته که در حالت اغماست. بیهوشی طولانی خیلی خطرناکه. که اینطور؟ حتما این ور اون ور رفتنش تو توکیو اونو اینجور از پا در آورد. نه این امکان نداره، چون توی توکیو اون حالش کاملا خوب بود، درسته؟ آره آره، اونجا حالش خوب بود. خب حالا وضعش چی میشه؟ اگه تا فردا صبح زنده بمونه خیلی خوبه. تا فردا صبح؟ آره، ممکنه حتی تا فردا هم نکشه. خدای من، یعنی اون میمیره؟ آه.
ببین پدر، مادر 68 سالشه. بله پس اینطور اون میمیره. هیچ کاری هم نمیشه کرد. ولی آخه چرا؟ یعنی اون واقعا میمیره؟ بله. پس عمرش به آخر رسیدی. عمر آدمی به چی بسته است؟ اون حالش کاملا خوب بود، حتما بهش الهام شده بود که اومد توکیو. بله امکان داره. چقدر خوشحالم که اومد توکیو رو دید. لااقل ما هم تونستیم اونو ببینیم. اونجا حالش خیلی خوب بود. نوریکو، تو لباس مشکی آوردی؟ نه، بد شد، کاش با خودت می آوردی. کیوکو، تو داری؟ ندارم. پس برو یه لباس مشکی از یکی بگیر. یادت باشه، برای نوریکو هم بگیری. مادر خیلی راحت و آروم مرد. نه ناراحتی کشید، نه رنجی برد. این حتما چیزه. چطوره؟ خب پس من دیر رسیدم. حدس می زدم. سلام. بدبختانه من نبودم، رفته بودم ماموریت. معذرت می خوام دیر رسیدم. وقتی تلگراف رسید من تو اداره نبودم. مهم نیست. نمیدونی چقدر ناراحتم. کی این اتفاق افتاد؟ امروز صبح 3:10. کی اینطور؟ اگه با قطار 8:40 حرکت کرده بودم حتما رسیده بودم. کیزا نگاه کن ببین چقدر آرومه.
معذرت میخوام مادر. پدر کجا رفت؟ ببین کجا رفته؟ بله. کیزو همین الان رسید. آه پس اومد. آه. نگاه کن ببین طول آفتاب چقدر قشنگ. امروز حتما هوا گرم میشه. شما چیتون شده؟ این صدا منو خیلی ناراحت میکنه. آخه چرا؟ من فکر میکنم با این صداها مادرم هی کوچیکتر و کوچیکتر میشه. متاسفانه من برای اون هیچ کاری نکردم. باید فوراً بریم تو. دلم میسوزه که از دست دادمش. پدر مادر وقتی مردن دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. یادتونه پدر اون وقتا از این اتاق آتش بازی رو تماشا میکردی؟
آره یادم رفته بود. آره درسته، شبای عید آتیش بازی بود. کیزو تو یادته؟ یادم نیست. معلومه تو روزا اینقدر شیطونی میکردی که وقتی شب میشد اینقدر خسته بودی فوراً خوابت میبرد. راست میگه، هر شب هم روی زانوی مادر خوابت میبرد. ولی من اصلا یادم نیست. راستی اون روزا پدر شما چی کار میکردی؟ اون موقع من تو اداره آموزش و پرورش بودم. چه اینطور؟ باید خیلی وقت پیش باشه. یادم تعطیلات تابستون همه میرفتیم اوموشیما. آره من اینو به خوبی یادمه، مادر همیشه تو کشتی حالش به هم میخورد. آره اینم خودش یه خاطر است. اون وقت مادر خیلی سرحال بود. راستی اون موقع چند سالش بود؟ تقریبا 42 سال. پدر شما باید خیلی مواظب خودتون باشید. ما همه آرزو میکنیم عمرتون طولانی باشه. متشکرم. چیزو میخوری؟ آره. تو میخوری؟ من فکر میکنم البته شاید این بیرحمی باشه، ولی من ترجیح میدادم اول پدر از میانمون میرفت. اگه کیوکو ازدواج کنه پدر کاملا تنها میمونه. آره درسته. مادر رو میتونستیم توی توکیو پیش خودمون نگه داریم. کیوکو، اون شال بزرگی مادر کجاست؟ تو میدونی؟ اون که نقشای بزرگ داره. آره اونو میخوام به عنوان یادگاری ببرم. از نظر تو اشکالی نداره؟ نه هیچ اشکالی نداره. پس اونو میبرم. اون لباس تابستونیش چی؟ میدونی کجاست؟ آره میدونم. اونم با خودم میبرم. لطفا اونا رو آماده کن. باشه. یادت نره. نه. بالاخره تمام کارا همونطور که میخواستیم انجام شد. از شما ممنونم که این همه راه اومدین تا براش عزاداری کنین. لطف کردین. واقعا متشکرم. کویچی همونو معاینه کرد. این همیشه آرزوش بود. بله. ولی من نتونستم براش کاری بکنم. الان یادم اومد تو این مسافرت یه دفعه حالش به هم خورد. البته تو ترکیه حالش خوب بود، ولی وقتی به آتومی رفتیم یه دفعه سرش کاملا گیج رفت. جدی؟ بله، ولی فقط یه دقیقه بیشتر طول نکشید. عجیبه. پس چرا از این موضوع حرفی نزدیم؟ لااقل باید به کویچی میگفتیم. بله باید میگفتم. ولی باز این دلیل نمیشه. مادر خیلی چاق بود و مرگش ناگهان رسید. که اینطور. ولی من هنوز فکر میکنم دارم خواب میبینم. تو کی حرکت میکنی؟ من نمیتونم زیاد اینجا بمونم. اتفاقا منم همینطور. خب چطور امشب بریم؟ باشه. تو چه کار میکنی کیزو؟ من هنوز وقت دارم، اینجا میمونم. خیلی خب، پس ما امشب میریم. باشه. خب تو چی کار میکنی نوریکو؟ میتونی چند روز دیگه پیش پدر بمونی؟ بله. نه تو حتما کار داری، مزاحمت نمیشه. پس منم با اونا میرم، چون باید یه گزارش فوری تهیه کنم. کارهای دیگه هم دارم. اجازه میدی؟ آه بله، متشکرم که زحمت کشیدی. ولی پدر، اینطوری شما خیلی تنها میشه. باشه، بالاخره عادت میکنم. کیوکو، یکم غذا به من بده. چشم. راستی کیزو، لطفا دو تا بلیت قطار برای ما بگیر. باشه، به منم غذا بده. خیلی خوب. امیدوارم قطار زیاد شلوغ نباشه.
お父さん、あんまりお酒飲んじゃダメよ。いや、大丈夫だよ。خیلی خوب، پس شما همه تون میرید. آره. بیا عزیزم، اینم غذا. خیلی متشکرم. من تو این مدت خیلی زحمتت دادم. تو بسون حتما بیا توکیو، من منتظرتم. باشه میام، ولی شما باید حتما امروز بری. بله، یعنی مجبورم برم که اینطور. متاسفانه نمیتونم با اتون بیام بیستم. نه، هیچ اشکالی نداره، ولی تو بسون حتما بیا، منتظرت هستم. حتما. من واقعا خوشحال شدم شما تا امروز اینجا پیش ما موندی. راستش فکر میکردم برادر و خواهرم چند روزی پیش ما میمونن، ولی اونا خیلی کار دارن عزیزم. نه، اونا آدم های خودخواهی هستن. فقط هرچی که خواستن گفتن، بعدم زود از اینجا رفتن. اونا هیچ تقصیری ندارن، باور کن کارشون زیاده. اگه صحبت کار باشه، خب شما هم کار داریم. نه، اونا خودخواهن. اشتباه میکنی عزیزم. بلا فاصله بعد از مرگ مادر لباسشون از من خواستن. راستش من برای مادر خیلی ناراحت شدم. آخه مگه یه همچی چیزی ممکنه؟ من فکر میکنم حتی آدم های غریبه از اونا خیلی با محبت ترن. ببین کیوکوی عزیز، منم وقتی به سن تو بودم همینطور فکر میکردم. میدونی بچه ها هرچی بزرگتر میشن، به همون اندازه از پدر مادرشون فاصله میگیرن. من مطمئنم اونام همین وضع رو دارن. وقتی زنی به سن خواهر تو میرسه، طبیعتا بیشتر به فکر زندگی خودشه. به هر حال اینو بدون، اونچه که مسلمه اون قصد بدی نداشته. تازه از این گذشته، یادت باشه که هر کسی اول به فکر خودشه. شاید اینطور باشه، ولی من اینجور آدم ها رو دوست ندارم. پس پدر و مادر چی؟ این خیلی بی‌رحمانه است. تو درست میگی، ولی خب چی کار میشه کرد؟ این وضع برای همه پیش میاد. آدم فکرش عوض میشه. یعنی شما هم همینطور؟ بله، منم ممکنه همینطور باشم، البته علی‌رغم میل خودم. ولی این ناامید کننده است. خب، میشه گفت همینطوره. خب، من دیگه باید برم. باشه، برو عزیزم. پدر جون، من رفتم، خداحافظ. ممکنه خواهش کنم مواظب خودتون باشه؟ باشه، حتما عزیزم. تو هم مواظب خودت باش. تا به سون یادت نره ها، منتظرتم. خب، خداحافظ. خداحافظ. شما خیلی خوبی. خداحافظ. خداحافظ.
کیوکو رفت؟ بله. پدر، من امروز با قطار بعد از ظهر میرم. که اینطور؟ پس تو هم میری؟ بله. متشکرم که این چند روز اینجا موندی. خواهش میکنم، من که نتونستم کاری بکنم. چرا؟ این مدت من واقعا خوشحال بودم. متشکرم. میدونی مادر دائم به من میگفت شبی که در توکیو تو خونه تو مونده بود خیلی بهش محبت کرده بودی. نه، من کاری نکردم، وظیفه‌مو انجام دادم. آره، مادر میگفت اون شب به خصوص تو خونه تو واقعا بهش خوش گذشته. برای همین من از تو متشکرم، خیلی ممنونم. خواهش میکنم. اون راجع به آینده تو خیلی فکر میکرد، میشه گفت دائم برای تو نگران بود. اتفاقا منم همین نظر رو دارم. تو باید یه فکری برای خودت بکنی. این درست نیست که اینطور تنهایی به زندگیت ادامه بدی. اگه دوست داری با کسی ازدواج کنی حتما این کار بکن. باور کن ما حتی خوشحالم میشه. تو دیگه باید شوجی رو فراموش کنی. اینطوری ناراحتی؟ نه، من ناراحت نیستم پدر. چرا عزیزم؟ میدونی مادر خیلی به تو علاقه داشت، همیشه از تو تعریف میکرد. شاید مادر تو این مدت منو درست نشناخته بودن. چرا؟ خوبم شناخته بود. ولی اونطورام که شما فکر میکنین من آدم خوبی نیستم. تازه وقتی شما اینطور حرف میزنین من شرمنده میشم. باور کنین من آدم خودخواهی هستم. نه، تو خودخواه نیستی. چرا؟ هستم. باور کنین راست میگم، یا لااقل اونطور که شما میگین نیستم. شاید شما فکر میکنین من همیشه به فکر پسرتونم، ولی اینطور نیست. این که عیب نداره، بالاخره تو باید فراموشش کنی. بله پدر، تازگی‌ها زیاد به فکرش نیستم. بعضی وقتا به کلی فراموشش میکنم. حالا میفهمم تنها زندگی کردن واقعا مشکل بزرگی. شبا بیدار میمونم و فکر میکنم، به خودم میگم تنها زندگی کردن در آینده برای من چه فایده‌ای داره. اگه وضعم اینطوری ادامه پیدا کنه نمیدونم بالاخره چه عاقبتی پیدا میکنم. زندگی برام بی‌معنی شده، همش منتظر یه چیزی. من خودخواهم. نه، تو خودخواه نیستی. چرا پدر، چرا؟ میدونین من این چیزا رو نمیتونستم به مادر بگم. خوشحالم که به من گفتی، حالا خیلی بهتر تو رو درک میکنم. تو دختر راستگویی هستی. نه اینطور نیست. این ساعت متعلق به مادر بود. البته باید بگم ساعتش خیلی قدیمیه، ولی وقتی اون به سن و سال تو بود از این استفاده میکرد. اینو به عنوان یاد بود قبول کن. نه نمیتونم پدر. خواهش میکنم، تو باید قبول کنی. آره، این یاد بود خوبیه، قبول کن، اونم حتما خوشحال میشه. خب نمیخوای اونو خوشحال کنی؟ چرا پدر. خب امیدوارم آینده خوبی در انتظارت باشه. من خوشبختی تو را از خداوند آرزو میکنم دخترم. باور کن راست میگم. واقعا خیلی عجیبه، ما از بچه همون متوقع بودیم، ولی تو خیلی بیشتر از اونا به ما محبت کردی. تازه همخون ما نیستی و میشه گفت یه غریبه. آره، ازت متشکرم.
سلام. سلام. حالا که همه رفتن شما تنها شدید، ولی ناراحت نباشید. نه ناراحت نیستم. واقعا اتفاق ناگواری بود. بله، اون زن خیلی خوبی بود. اگه میدونستم به این زودی از دنیا میره بیشتر بهش محبت میکردم، ولی حالا رفته و منو تنها گذاشته. ناراحت نباشی. آدم وقتی تنهاست روزا براش خیلی طولانی میشه. بله درسته. خداوند انشالله بهتون صبر بده. متشکرم. متشکرم. فیلم‌های دوبله دیگر در وبسایت تاینی موویز.